سلام دوستان عزیز، با درس 19 از کتاب مولوان یا همون هدف 1 در خدمتتون هستیم. داگنز مولتیدر به معنی وعده های غذایی که در روز میل شما میفرمایید. داگنز فورشتا مولتید ار فروکوستن. داگنز، میبینید که این اسم مالکیت اینجا هست، میگه که اولین وعده غذایی صبحانه است. مونگا وکس ندریکر کاف ایلر تی و ایتر سمورگوسر. میگه که بیشتر انسانهایی که بزرگ یا همون بزرگ سالان کافه می‌نوشند و یا تی یا همون چایی و میخورن اسمورگوسر، برای فروکوست منظورشه، یا همون صبحانه. اسمورگوس منظورشون در زبان سوئدی ما همون لقمه خودمون برای صبحانه است، ولی خب لقمه سوئدی یا همون ساندویچ سوئدی. ببینید که اینجا یه حالت نونی که نونه که بریدن و روش اسمور یا همون کره میکشن و روش حالا خینکا میذارن که همون کالباس یا همین یه چیزایی مثل کالباس میشه یا چیزایی دیگه روش میذارن و میل میکنن. شما میدونید اونا که سوئد هستن میدونن چی هست منظور من. بارنن اتر اسمورگوسر اکتریک کرمیولک. میگه بچه ها اسمورگوس میخورن یا همون ساندویچ میخورن با لقمه میخورن با و مینوشن شیر. مونگا وکسنا اک بارن اتر اکسوفیل الر یوگورت مت فلینگور. حالا یه چیزی توضیح دارم، فیل بدم دوستان. فیل یه چیزی هست بین خامه و ماست، من دقیقا نمیدونم فارسیش چی میشه، خب ولی یه چیزی بین ماست هست و خامه که بهش میگن فیل تو سوئد، برای صبحونه میل میشه. پس میگه مونگا وکسون و بارن اتر اکسو فیل الر یوگورت مت فلینگور. میگه که بیشتر خیلی از بزرگسالان و بچه ها برای صبحانه همچنین میخورن همون که گفتم فیل، الر یوگورت یا ماست مت فلینگور با کورن فلکس، فکر کنم به زبان فارسی میشه، که همون چیزای دونای غلات هست که له شده و پرس شده رو میریزن داخل این یوگورت و ماست و میخورن. اندل دریکر فروکت یوس. اندل دریکر فروکت یوس، یه بخشی هم میخورن مینوشن فروکت یوس. حالا ما هم ایرانی ها هی نوشیدن میگیم میخوریم، حالا هی منم باید بگم مینوشیم. آره هی خورده سخت. اندل دریکر فروکتیوس، میگه که بعضی ها می نوشند یوس یا همون آب میوه، آب پرتقال یا حالا هر چیز دیگه می نوشند. بیریم برای بخش بعدیش که اینجا فروکوست به معنی صبحانه نوشته بود اگه یادم نرفته باشه. لونچ بروکر بی اس تو آف ان وارم رت. میگه که معمولا نهار تشکیل شده از یک غذای گرم هست. بیستو میشه متشکل شده از بیستو آف، میشه متشکل شده از یه غذای گرم هست. مونگا تار ان کوپ کافه الرتی پوماتن. میگه که خیلی ها با یه کافه یا یه کوپ کافه یا فنجون قهوه یا ببخشید آره یه فنجون قهوه و یا چای با همراهش بر میدارن. اسکولن اتر الیور اکلرر افتا لونش نوگون گونگ میلان کلاکن ال و اوک ات. پس یه بار دیگه میخونم. ای اسکول اتر الیور اوک لرره افتا لونش نوگون گونگ میلان کلاکن ال و او ات. میگه در مدرسه دانش آموزان و معلم ها نهار میخورن یه زمانی بین ساعت 11 و 1. فورلدررنا کن لاسا تیدنیگن واد بارنن فور ات اتا تی لونش. میگه که مادر پدرها فورلدرارنا، میشه مادر و پدر، مادر پدر بچه ها رو میگن فورلدرار و فورلدرارنا میشه یه خود کلمه سختی هم هست، میشه مادر پدرهایی که مثلا معلوم میشه کیا هستن، میدونن که میتونن بخونن توی روزنامه بچه ها چی میتونن بخورن برای نهار. سو هر کن اسکول لونشن سی اوت اندر ان ویکا. میگه میتونه اینجوری باشه که اینجوری که اینجا میبینید باشه، غذای یه هفته بچه ها توی مدرسه یا همون غذای مدرسه توی هفته اینجوری هست، معنی خود.
مونداگ یا همون دوشنبه اوست، میگه اوست اوک خینک سوس پاستا، میگه که پنیر هست و پاستایی که با سس خینک هست، خینک سوس، من دقیقا نمیدونم چه سوسی باید باشه، نخوردم هنوز. خینک ها به معنیه که همین کالباس یا همون خینک ها هست، نمیدونم این چجوری باید باشه، حالا اگه کسی خورده زیر همین پست بنویسه توضیح بده برای بقیه. تیزدا شدبولر پوتاتیس سوس سیلت، میگه که همون کله گنجشکی، خودمون گوشتایی که مثل کله گنجشکیه، شدبوله میشه گوشت کله گنجشکی و پوتاتیس میشه سیب زمینی، سوس و سیلت، و میبینید که سیلت هم میشه، نمیدونم چی میشه دقیقا، یادم نیست، اگه کسی میدونه سیلت هم چی میشه زیر همین پست بنویسه، چون یه نوع غذا هست من هنوز نخوردم. اونزدا فیس گریتن و پوتاتیسموس، فیس گریتن یه جور یه نوع غذای ماهی است، گریتا به معنی چیز میشه، قابلمه میشه، حالا یه نوع غذا، اینا معمولا مثلا میگن شد گریتا، حالا غذای مختلف با گریتا جمع میبندن، حالا یه نوع ماهی هست، با پوتاتیسموس هم میشه که پوره سیب زمینی، و فیس گریتا و پوتاتیسموس میشه برای چهارشنبه 11. تورشتا یا همون پنجشنبه شیکلینگز سوپا پولگ فروکت، میگه که سوپ مرغ، پولگ میشه همون چیزایی که میذارن روی اسمورگوس، حالا هر چیزی میخواد باشه پولگ بهش میگن. شما اگه میخواید مثلا برین مغازه مثلا بگین میخوام خینکا یا یه چیزا بخرم، شما میگین من میخوام برم پولگ بخرم، یه چیزی هست که میگم پولگ، اینو یادتون باشه، ما نمیگیم من میخوام برم مثلا پولگ، نداریم خونه مثلا، باید بگی مثلا با میخوام بریم پولگ بخریم، پس به چیزایی که میذارن رو اسمورگوس میخورن همه رو میگن پولگ در زمان سوئدی. و فروکت هم که میوه است، پولگ منظورشون یه اینجور چیزایی هست، اسمورگوس با پولگ و فروکت و میوه. فریدا یا همون جمعه کورو استرگانوف ریس، کورو استرگانوف یه دونه معمولا کوروای هست که کورو که به معنی سوسیس هست، اینا رو میپزن و با یه سوسای خیلی مخصوصی که حالا تو ایران هم هست استرگانوف میسازن، درست میکنن و همراه ریس یا هم برنج میخورن. چقدر سخت بود. پوکویلن میگه در عصر یا همون بعد از کلاکن ساعت، بعد از ساعت 6 و اینا، نونگونگ ملان فم اوکخو، میگه که یه زمانی میشه نونگونگ میشه یه زمانی بین 5 تا 7 بروکرمن ات تا میدا، میگه که معمولا بروکر میشه، معمولا بروکرمن ات میدا، میگه معمولا شام میخورن از بین ساعت 5 تا 7 میداگن اروار مات اوک ایبلند اترمن اوکسو افترت، میگه که میداگ یا همون شام یه غذای گرم هست و بعضی وقتها ایبلند اترمن اوکس و افترد، میگه که بعضی وقتها هم دسر هم همراهش میخوریم ما، افترد میشه بعد از غذا یا همون دسر به زبان ما. تیل اگزمپل فروکت الر گلاس، میگه که به طور مثال یا مثلا میوه میخورن بعدش یا بستنی. وات اترمن پو مورگانن ایدیت هملن، میگه که برای صبح چی میخورن تو کشور شما، کشوری که اومدیم شما، حالا ما ایرانیم معمولا حالا املت یا حالا چیزای دیگه میخوریم که املت هم به زبان سوئدی هم املت میشه. نر اترمن پوکویلن، میگه چه زمانی من آدم تو کشور ما غذا چیز میخوره، عصرانه میخوره یا همون شام میخوره که معمولا ما میخوریم بین، چون همه ایرانی‌ها تا دیر وقت کار میکنن، از بین 8 تا 10 من میتونم بگم که ما غذا میخوریم. صفحه بعد که میبینید نر اردو فود، میگه که شما متولد شدین، این طریقه گفتن داتوم یا همون تاریخ هست که ما میگیم، خیلی چیز نکته مهمی هست، حتما گوش بدین با هم میخونیم و میفهمیم چجوریه. یاگ ارفود دن فمت ای اتونده، یاگ ارفود دن فمت ای اتونده، میبینید که اول دن میگه برای روزش، بعد ای میگه برای ماهش،
خیلی نکته خیلی خیلی مهمیه که اول برای روز باید دن بگین و برای ماه حتما ای بگین. میگه که من 5-8 معذرت میخوام به دنیا اومدم. نر ار دو فوت دن تری دیه ای تری دیه، میگه که 3-3 به دنیا اومدم. دن میشه برای روز، ای میشه برای ماه. دوستان خیلی نکته مهمیه که صحیح بگین، دن برای روز و ای برای ماه استفاده میشه. فرش دا آن را، میبینید که اینا اول دوم هست، اول دوم سوم چهارم پنجم ششم به ترتیب دیگه. حالا من اگه بخوام بخونم ویدیو خیلی طولانی میشه، حالا بعضیا میگن بخون پس مجبورم بخونم. فرش دا آن را تریدی فیرد فمت خت خوند اتوند نیتوند تیوند الفت تولفت ترتوند فیرتوند فمتوند سکستوند خوتوند ارتوند نیتوند شوگوند شوگو فرشتا شوگو آنرا شوگو تریدیه شوگو فیرده شوگو فمته شوگو خته شوگو خونده شوگو اتونده شوگو نیونده شوگو اتونده شوگو نیونده ترتیونده ترتیو فرشتا. این ترتیب از یکم تا 31 برای شما خوندم. اسکریف داتوم مت صفر، میگه که روزها رو با تاریخ رو با اعداد نشون بدید. دن شوگو فورشت ای شوگو فورشت ای فیرده، میبینه که دن برای روز، باز هم میگم خیلی نکته مهمه، دن برای روز و ای برای فیرده. شما میخواه بگید من مثلا 21-4 به دنیا آمده، میگه دن شوگو شوگو فورشت ای فیرده. دن فورشت ای فمت، میگه که 1-5 میشه، پس اینجا میشه 1.5، پس اول روز بعد ماه. دن فورشت ای فمت 1-5، دن اتوند ای تریدیه، دن اتوند ای تریدیه میشه که 8-3، دن نیتوند ای آنرا، دن اتوند ای آنرا، میگه که دن اتوند ای قاطی کردم ده تیوند ای آن را، معذرت میخوام، 10-2، دن تریدی ای نیوند میشه 3-9. دیگه الان من تکرار نمی کنم که دن برای روز و ای برای ما. دن ارتوند ای فرش دا میگه که 8-1، دن ترتیوند ای اتوند میگه که 13-8، دن خوند ای الفت میگه که 7-11، دن فمتوند ای خته، خته میشه 6 ماه 6، دن فمتوند ای خته میشه 15-6. همین بود طریقه گفتن ماها. حالا بریم اینجا ببینیم صفحه بعد چی میگه، با هم مرور میکنیم و یاد میگیریم. لیسنا او کلاس، گوش بدید و بخوانید. میت پرسون نومر ار، میبینید که اینجا میگه 86-08-05-43-3. این طریقه گفتن پرسون نومر هست. میگه که شماره ملی من هست این که اینجا گفت. یاگ ار فوت، یاگ ار فوت دن فمت ای اتونده نیتون هون را اوتیو سکس. ببینید میگن، از اول بگم، یاگ ار فوت میگه من به دنیا آمدم، دن فمت 5-9-1986، یعنی شما به زبان سوئدی میتونین بگین 1986 یا 19، معمولا اینا اینجوری میگن 1986. نیتون هون را اوتیو سکس، یعنی خوب برای خودشون راحت کردن، 1986. یاگ ار فوت دن فمت آگوستی نیتون هون را اوتیو سکس. میتونین به ماهش و به روزش هم اینجوری بگین که میگه که به جای اتونده گفته آگوستی. یاگ ار فوت دن فمت آگوستی، دیگه ای نداره، وقتی میگین آگوستی میبینید که این ای رو حذف کردین. فمت آگوستی میشه 5 آگوست، ما میگیم دقیقا مثل همین میگیم، یا من به دنیا اومدم 5 آگوست 1986، تقریبا یه سال از من بزرگتره. نیتون اون را اورتون، میبینید که اینجا نوشته نیتون هون را اورتون، پس 1918 نیتون هون را اورتون. فیرتون هون را فمت تری، فیرتون هون را فمت تری، فمتون هون را شوگی، من نگاه به اینجا نمی کنم چون همین را نوشته اینجا.
میبینید که نوشته شوگو هون را سکس 2006 هم نوشته. پس وقتی به 1000 میرسه میتونید شما بگین، حالا چون مثلا اوایل هست زیر 100 هست، میتونین از توزن هم استفاده کنین یا بیشتر استفاده میکنن دیگه، حالا شما بستگی داره چجوری بگین، ولی معمولش هست نیتون هون را میگن، یا مثلا میگن شوگو هون را سکس، یا میگن تو توزن سکس، حالا هر کدوم شما راحت ترین میتونین بگین. ولی خب اینایی که معمولا وسط هست، وسط قرن هست، مثلا 1000 هست رو میگن مثلا فمتون هون را شوگی، مثلا که مثلا میگن 1520 قانونی، حالا دیگه نمیدونم چرا میگن دیگه، از اول اینجوری عادتشونه میگن. اسکریو اورتال متسیفر میگه که سال رو با سالهای از اول سال رو اینا رو با سیفر بنویسید یا با شماره بنویسید. نیتون هون را 45 میبینی که میگه 1945. نیتون هون را فیرتون میگه که نیتون هون را فیرتون 1914 میشه. نیتون هون را 68 میگه که 1968. فیرتون هون را فیرتون هون را نیتیو تو میگه 1992. خوتون هون را اوتینیو خوتون هون را اوتینیو میگه که 1790 خوتون هون را میگه که 1789 میشه. سکس هون را ترتیو تو میگه که سکس هون را ترتیو تو میگه 623 میشه. سکستون هون را میشه 1632. چقدر هم سخت بود، همش هم سر هم آدم گیج میشه، اینجا هم واضح نیست. پس میشه 1632. معمولا خب اینا رو باید اینجوری با رقم بنویسن دیگه، اینقدر سخت نمیشه بگی، ولی خب میگین دیگه حالا همین هست دیگه، باید یاد بگیریم. آربت تا ایپار میگه با هم تو گروه کار کنیم. فروگا و اسوارا پو توست میگه که به دو رقم، فروگا و اسوارا میگه سوال کنین جواب بدین، و اسوارا پو توست به تو به دو طریق جواب بدید. حالا دو طریقش رو نشون میده. اگزمپل مثلا نر اردوفوت میگه که به دنیا اومدی، میگه که دن تریدیه ای تریدیه، میبینه که میگه که سه سه نیتون هون را اوتیونیه، نیتون هون را اوتینیه. پس میشه دن تریدیه ای تریدیه نیتون هون را اوتینیو. پس سه سه 1989. دن تریدیه مارش نیتون هون را اوتی نیو، میبینی که میگه پس میتونیم بگیم سوم مارس 1989. اینا هم همین است دیگه، خودتون میتونین تمرین کنیم. من بس که رقم گفتم سرم گیج رفت. بعد 2-1 میشه. پس حالا من به طریق اولش میگم، حالا چند تاشو شما خودتون پس طریق دومیشو پیدا کنی که دنتریدی مارش. پس ای هم هست میشه وقتی که اسم ماهو میاریم، فقط بگیم دنتریدی مارش. دن آن را ای فورشت، دن آن را ای فورشت نیتون هون را 63. دن شوگو فیارده ای تره نیتون هون را 80. دن شگونده ای تولفته نیتون هون را 70. دن ارتونده ای الفته نیتون هون را 88. حالا اینو شما میتونین بگین، دن بعد ای بعد نیتون هون را نیتی ات. پس به همین ترتیب حالا این هم خودتون میتونین بگین. پس شد چی شد؟ دن ترتیونده ای خونده نیتون هون را نیتی تری. پس این هم بود بعدیش. بریم صفحه بعد که میبینیم نوشته ملتی در اینه که وعده‌های غذایی هست. دوباره برمیگردن به همون وعده‌های غذایی که اینا هم دارن، به چه غذای خوبی مینه، معمولا فروکوسته. این هم هست لیسا فکر کنم بود، آره انداگ الیسا سلیو
میگه که یک روز از زندگی لیسا، اسم مالکیت لیسا سلیف. لیسا واگنر کوارت نیو پومورن، میگه لیسا از خواب بلند میشه 8:45 سر صبح. ایداغ ار هون لیدیگا لیدیگ پو فور میداغن، میگه که امروز اون هست، اون تعطیل قبل از ظهر، یعنی قبل از ظهر کاری نداره انجام بده، کار نداره، نمیخواد سر کار بره. افتر فروکستن دوشار هون اوک بروشتا تندرنا، میگه که قبل از بعد از صبحانه دوش میگیره و دندوناش رو مسواک میزنه. هون گور ای سوومت اوک کلر پوسی اوک بیدار سنگن، هون گور ای سوورومت او کلر پوسی او بیدار سنگن، میگه که اون میره که لباس میره داخل اتاق خواب لباس میپوشه و کلر ای سنگ بیدار سنگن، میگه که بیدار سنگن میشه مرتب کردن تخت. پس وقتی میخوام بگیم مرتب کردن تخت میشه بیدار سنگن. سیدان رینگر هون تیل ان ونینا، میگه بعدش سپس زنگ میزنه به یه دوست خانومش، ونینا درس قبلی یاد گرفتیم که ونینا میشه دوست خانوم، ماریه لوسیه، ماریه لوسیه. هون ویل ترفا هن ای کول، میگه که اون میخواد اون رو در عصر ببینه، با هم دیگر ببینن. فور لونش گور لیسا تیل ایکا، فور لونش گور لیسا تیل ایکا، میگه که قبل از نهار میره اون تو به ایکا یا همون سوپرمارکت، خیلی اینا استورمارکناد یا سوپرمارکت هستن. در شوپر هون کافه، میگه اونجا میخره قهوه. برود اوک فروکت، میگه که نون و میوه. پوفتر میداگن یو بار هون نورا تیمر، میگه که بعد از ظهر یه چند ساعتی کار میکنه. پوفتر میداگن یو بار هون نوگرا تیمر، میگه که چند ساعتی کار میکنه بعد از ظهر. هون ارمد ای این فیلم، میگه که اون هست در یک فیلم، اون در یک فیلم میفای نقش میکنه. دت ار این رکلام فیلم ام توت مدل، میگه که یه فیلم تبلیغاتی هست در مورد یه توت مدل یا همون مایه شوینده لباس. پوکیویلن ترفر هون ماریه لویس، میگه که در عصر یا همون بعد از همون عصر میشه اون هم دیگه اون میبینه دوستش رو ماریه لویس رو. دوم اتر میت داگ پو ان ایتالیانسک رستوران، میگه که اونا میخوان شام بخورن توی رستوران ایتالیایی. دوم پروتار و سکراتار، میگه که آنها حرف میزنن و میخندن. ماریه لویس ویل بتالا، میگه که ماریه لویس میخواد پرداخت کنه، حساب کنه. من لیسا بیو در هنه، میگه که لیسا اونو دعوت میکنه به و پرداخت میکنه، میگه که من میخوام حساب کنم. حالا میریم صفحه 89، صفحه بعدی. لیسا کامر هم هالف تولف پاناتن، لیسا کامر هم هالف تولف پاناتن، میگه که لیسا میاد ساعت یک هالف تولف یازدانیم به خونه، میرسه خونه یا حالا میره خونه. لیسا کامر هم هالف تولف پوناتن، میگه که ساعت یازدانیم شب میرسه به خونه یا میره خونه. فرشتا تیتار هم پو تیوه انستوند، انستوند میشه یه زمان کوتاه دوستان، مثلا اگه به یکی میگی مثلا بیا میگه انستوند یا ان اوگن بلیک، دقیقا یه زمان کوتاه رو میگن انستوند. فرش تیتار هون پا تیب انستون، یه زمان کوتاه رو اون به تلویزیون نگاه میکنه. سیدان سپس سکریون هون داگ بوک، میگه سپس اون مینویسه کتاب خاطرات، چون میشه کتاب خاطرات، اون سکریور یه خاطراتشو تو کتاب خاطرات مینویسه، داگ بوک میشه. هون سکریور داگ بوک نستان وریدان، میگه که اون خاطراتشو مینویسه هر روز، تقریبا هر روز خاطراتشو مینویسه. هون سیتر آلتی دی شوکه تو اسکریور، میگه که اون همیشه میشینه توی آشپزخونه و مینویسه. نیه اورد یا همون کلمات جدیدمون، ات لیو میشه یک زندگی، دوخا میشه دوخار یا دوش گرفتن، بروشتا بروشتار میشه که وقتی با مسواک میخواییم دندون رو چیز کنین بشورین، میگن بروشتا. تند
پلورار تندر، تند بچه میشه دندان و میبینید که وقتی جمعش میشه عوض میشه، مثل بوک و بوکر هست، مثلا خیلی فرق میکنه، یه جورایی کلن کلمه یه جوری دیگه میشه، تقریبا میشه گفت تندر، تند، تندر، تنت اگه باشه ت آخرش باشه میشه پیرزن، دقت کنین که نگین تنت، تند میشه دندان، تنت میشه پیرزن. کلر پوسه، کلر پوسه میگه که لباس پوشیدن و لباس میپوشه. بیدا، بیدار مرتب کردن تخت رو گفتیم چی میشه؟ بیدا، بیدا سنگن، پس میشه بیدا و بیدار. ویل یا ویل خواستن میشه، فور میشه قبل، ایکا میشه همون این ماتفر یا همون جایی که غذا ازش میخریم یا مغازه غذایی، مواد غذایی. ات برود میگه یک نان، این فروکت یه میوه. یوب بار میگه که کار کردن. این رکلام فیلم، این یه فیلم تبلیغاتی. اوم میشه درباره. ات تویت مدل میشه مواد شوینده لباس. سکرتا میشه خندیدن. بیتالا میشه پرداخت کردن. بیودا میشه دعوت کردن. فرشت میشه اول. انستون میشه یه لحظه، که گفتم بهتون مثل همون ان اوگنبلیک یا انستون میشه، پس میشه یه لحظه. سیتا نشستن، آلتیت همیشه. سوارا پا فروگورنا میگه که به جواب ها و سوال ها جواب بدید. واکنار لیسا کلاکن کوارت ای نیه یا اوتا فورتی فم. این احتمالاً باید هتر لیساس ونین ماری آن نای ده این تده، پس نیست، پس این باید طبق صفحه قبل جواب بدیم. حالا امیدوارم که من جواب رو صحیح بدم، حالا یادم هی نمیخوام برم برگردم سرگیج آدم میگیره. نای پس میشه نای اینجا. گور لیسا تیل ایکا پو فور میداگن، یا میشه چون قبل از نهار همون فور میداگه میشه. ار لیسا لیدی پو افتر میداگن، میگه که لیسا هست، لیسا کاری نداره برای انجام دادن بعد از ظهر، میشه نه چون قبل از ظهر بود. فور میداگن میشد. ار لیسا مد ای ان رکلام فیلم، میگه که لیسا، آیا لیسا توی رکلام فیلم یا هم فیلم تبلیغاتی هست؟ بله یا میشه. اتر هون میدا مد ماری لیسه پوکویلن، میگه که اون شام میخوره به ماری، با ماری لوئیس در اصل. بله میشه، میشه یا. ایتر دوم پو ان اسپانسک رستوران، میگه که توی رستوران اسپانیایی میخورن، میشه نه دوار ایتالیانسک رستوران. ویتالار ماری لوئیس پو رستوران، میگه که ماری لوئیس میخواد پرداخت کنه، میشه نه لیسا میخواست پرداخت کنه و بیودا کرد. کامر لیسا هم کلوکن 12، نه ده هالف تولف، اگه یادم درست باشه بود هالف تولف بود، یازدانیم بود. لیس لسر لیسا تیدنگن پوکویلن، میگه که آیا لیسا عصر روزنامه میخونه؟ نه ده هونیور پا مورانن، میشه نه. سکریور لیسا داگ بوگ ایسنگن، میگه که لیسا خاطراتش رو توی رخت خواب یا هم تخت مینویسه، که نه توی شوک بود، ای شوک مینویش. بریم صفحه بعد و ببینیم چی هست. طریقه ساختن جمله هست که زمان توش میاد و مکان. سابجکت یا همون اسم، ورب فعل، اوبیکت همون از مفعول هست یا پلاتس هم هست، مکان و تید هم هست زمان. ببینید که نوشته لیسا شوپر بروت پو ایکا فور لونش، پس زمان همیشه اول میاد بیاد یا آخر، که اینجا حالا آخر نوشته، مثالای آخر رو ببینید، همه جمله هم یکی هست، پس میشه لیسا میخره نون دریکا قبل از نهار. حالا میریم با هم بفهمیم که منظور چی هست، که زمان اول میاد یا آخر. اسکریو منینگر میگه که جمله بنویسید. بور یا اوردن سوم هار فت استیل، فت استیل منظورش اینه که یه خورده چاخترن به قول معروف، یا همون که یه خورده خط درشت تر دارن فت استیل میشن. پس بوریا مد اوردن سوم هار فت استیل،
با کلماتی که یه خورده شروع کنید با کلماتی که یه خورده درشت‌ترن. پس اینجا طبق همین دستور میریم صبح یک وب و اینا رو همینجا رو دنبال میکنیم و میفهمیم که چی جوریه. پس شروع میکنیم با کلارا، بعد باید ورب بیاد. ورب میشه چی؟ میشه واکنار. کلارا واکنار، میبینید که پلاتس یا تیت اوبیکت که نداریم، پس میشه کلاکن خو. کلاکن خو میشه تیت، از اینجا میاد ورب و کلاکن خو طبق همون دستوری که خودشون گفتن. امیل کلاکن هالف اوتا اتر فروکس، پس امیل میشه امیل، اتر میشه وربمون، کاری که انجام میشه امیل اتر فروکس کلاکن هالف اوتا. امیل ساعت 7:30 چیز میخوره، صبحونه میخوره. الین که باید شروع کنیم، الین ببینید که ورب چی هست اینجا؟ بوریار شروع شدن هست. الین بوریار کوارت اوور اوتا، میگه که الین شروع میکنه یک ربع گذشته از 8 که زمان آخر کار اومد. میبینه که زمان اینجا آخر کار اومد. حالا میریم برای جمله سازی بعدی که میگه تید پلاتس ورب سوبجکت اوبجکت. میبینه که زمان رو اینجا آورده اول و باید فتستیلمون پس میشه زمان ها. اسکریو منینگر بوریا مد اوردن سوم هار فتستیل، میگه که همون مثل سری قبلی با کلمه‌هایی که درشت‌ترن شروع می‌کنیم. پس طبق همین فرمولی که اینجا نوشته فورشت، بعد میشه ورب، یا میشه ورب اونجا اتر هست، فورشت اتر سوبجکت امیل فروکست، فورشت اتر امیل فروکست. میگه اول امیل می‌خوره صبحونه، سدان می‌بینید که زمان هست، سپس هن دوخار، بعد میگه اینجا میریم چیکار کرده، دوخار میاد، دوخار هن، سیدان دوخار هن، طبق همین چیزی که میبینید اینجا کار انجام میشه. پس میبینید تیت و اسم سیدان دوخار هن به همین راحتی. حالا میبینیم طبق همون فرمول بعدی رو، کلاکن خو زمان میاد اول، کلاکن خو بعد میشه ورب که میشه اتر، کلاکن خو اتر اسم کلارا، کلاکن خو اتر کلارا اوک ایلین که زمان با هم دیگه اسم دوتاشون هست، اتر کلاکن خو اتر کلارا ایلین، کلارا اوک ایلین فروکست میشه یا هم اوبیکتمون میاد آخر، کلاکن خو اتر کلارا اوک ایلین فروکست. کوارت اوور کوارت ای اوتا میشه زمان، گور میشه وربمون، کوارت ای اوتا گور، بعد میشه چی؟ کی؟ میشه سابجکتمون که میشه دوم، کوارت ای اوتا گور دوم تیل داگیس، بعد زمان و مکان. حالا اینجا میبینی که پلات میاد آخر کار، کوارت ای اوتا گور دوم تیل داگیس، میبینی که اینجوری میشه. پس سیدان میاد اول کار، اوکر میشه وربمون، بعد نام میاد سیدان اوکر ایلین تیل بانکن، سیدان اوکر ایلین تیل بانکن. به همین راحتی طبقه هم فرمولی که بالا بود ما انجام میدیم. بیریم صفحه بعد، میخوام درس طولانی نشه سریع تر میرم دوستان. واد یور دوم ایدا، میگه اونا امروز چی کار میکنن. سیدان 68 این، میگه که صفحه 68 رو باید نگاه کنیم. کمپلیترا سیدان ملینگر، میگه که به صفحه 68 نگاه کنید و اینا رو کامل کنید. یا کامر هم فران آربتت کوارت اوور سکس پا مورانن، میگه که من میام خونه بعد از کار ساعت یک روب بعد از 6 میام خونه. من دیگه حالا صفحه 68 رو نگاه نمی کنم، حالا یه چیزایی یادم میاد، حالا خدا کنه درست باشه جواب میدم. هلا فرمیداگن هلا فرمیداگن سوبر هن، میگه که همه قبل از ظهر هن اون میخوابه. کلاکن فیرا تیل فری سورن، مطمئنه میشه گور تی هن گور، گور هن تیل فری سورن، کلاکن فیرا گور هن تیل فری سورن، یعنی که ساعت 4 میره به سلمونی. پوکیویلن هن دریکر هن اول مت کمبیس، پس میشه
پوکولن دریکر اول ورب میاد بعد اسم میاد یا همون سوبجکت میاد. دریکر هن اول میت کمپیس. حالا میریم برای خانومه لیندا لاسر تری کپیتال ای ان بوک. میگه که لیندا سه بخش از یک کتاب رو میخونه. سه دان گور هون تیل اونیورسیتیت. پس میشه اول وربمون میاد چون اول زمان اومده مثل همونجا که گفتیم سه دان، بعد وربمون میاد گور میشه، بعد هون تیل اونیورسیتیت. اگه یادتون باشه یه خورده اینجوری قانون خیلی کوچیک و ساده بود که اینجوری بود. پوکیویلن زمان گور مید دا اتر هون مید دا هما. پس میشه در شب میخوره اون شام خونه. پوکیویلن زمان میشه وربمون میشه اتر، هون میشه اسم یا همون اوبجکت یا زمایر، حالا هر کدومش میتونیم استفاده کنیم. مید دا هم به همین راحتی اگه اون قانون رو بیاد بیاد یادتون بیاد میشه درست کرد. حسن اتر فروکست به هتلت هال ووتا. میگه که حسن صبحونه میخوره ساعت 7:30 توی هتل. کوارت اوور تو میگه که یک رو بعد از دو. پس چی میشه؟ کوارت اوور تو ات اس ام اس تی لیندا خیکار هن ات اس ام اس تی لیندا. پس ورب یا هم فعلمون بعد اسم هن که برای ایشون استفاده میشه ضمیر ایشون. کوارت اوور تو خیکار هن ات اس ام اس تی لیندا کلاکن خون پوکویلن شور هن هم. پس میشه که ساعت 7 عصر اون رانندگی میکنه به سمت خونه. کلاکن خو پوکویلن شور هن تیل هم به سمت خونه رانندگی میکنه. ای بیلن پو واگن هم لیسنار هن پو موزیک. ای بیلن پو واگن هم لیسنار هن تی پو موزیک. پس این هم یه زمان میشه دیگه. ای بیلن پو وک هم میشه یه زمانی که داره به سمت رانندگی میکنه به سمت خونه گوش میده اون به موزیک. بله دوستان این هم درس امروز بود. امیدوارم تونسته باشین استفاده کرده باشین و ممنون که ما رو حمایت میکنین، سابسکرایب میکنین و به دوستان خودتون ما رو معرفی کنین و حق نگهدارتون باشه.